احمد، اول بریم سراغ فرانسه که روح الله عزم در واقع در اونجا زندگی میکرده و شهروند این کشور بود. در فرانسه خب فرانس 24 بود که خب بازتاب داد اعدام آقای روح الله عزم رو، و این رسانه خیلی مفصل به آقای عزم و حواشی کارهای اون پرداخته و او رو خب یک خبرنگاری دونست که از سال 2009 که در واقع همون اعتراضات سال 88 بود به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشت، میگه که همون موقع بازداشت میشه. او رو فرزند یکی از روحانی های متنفذ در جمهوری اسلامی میدونه که حالا از سوی همون حکومت اعدام شده. خب در رسانه های دیگه هم به او پرداختن، شاید بگم بیش از 10 رسانه بود که از آلمان، فرانسه، اتریش و حتی ایتالیا هم به موضوع پرداختن و همگی ابتدا خب نسبت به فعالیت‌های او پرداختن. او را همگی یک خبرنگار دونستن که خب یک سایتی رو راه اندازی کرده بود به نام آمد نیوز که خب فالوورهای بسیاری هم داشته و در این رسانه خودش نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی ایران اعتراض می‌کرده و در ادامه این مسئله مقام های کشورها فعلا اظهار نظر احتمالاً نکردن، درسته؟ نه، خب هنوز مقامات سیاسی و حتی سازمان‌هایی که در واقع در زمینه حقوق بشر و نهادهای مدنی کار می‌کنن هنوز واکنش نشون ندادن، احتمالاً در ساعت‌های آینده این کارو خواهند کرد. اما اونچه که رسانه‌ها دارن بهش اشاره می‌کنن این هستش که اعدام از این دست اعدام‌ها همچنان داره در ایران انجام میشه، به ویژه اینکه در روزنامه در نشریه اشپیگل اشاره شده که بیش از 10 نفر از ایالات متحده، از اروپا، از استرالیا و حتی افراد دو تابعیتی همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هستن و برخی از اونها رو خطر اعدام داره تهدید میکنه. با این حال همچنان احتمالاً در ساعت‌های آینده هم ما شاهد این خواهیم بود که بازتاب‌های بیشتری از سوی رسانه‌ها و همچنین از سوی مقامات سیاسی و حتی سازمان‌های حقوق بشری در کشورهای اروپایی و حتی در قاره آمریکا و دیگر قاره‌ها باشیم.